تولید شیشه در افغانستان گزینه‌های کم پوتین برای روز پیروزی. فنلاند خواهان تسریع روند عضویت در ناتو. آیا روسیه داره از اسرائیل دورتر و به ایران نزدیکتر میشه؟ خطراتی که اندام سیب شکل و لاستیک زاپاس برای همه ما دارن، اینها بیشتر همه در روزنامه‌های جهان. سلام. سال هاست که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهانه. شهرتی که با دست به دست شدن قدرت و حتی تغییر حکومت به طالبان هم خدشه‌ای به اون وارد نیامده. اما طوفان دیگری در حال شکل گرفتنه. واشنگتن پست داستان اولش رو به این خبر اختصاص داده با عنوان متامفتامین رونق تجارت مواد مخدر در افغانستان. برنوشتی روزنامه کشوری که همین حالا هم قطب تجارت کشت خشخاش و تولید تریاک در جهانه، آتش زیر بحران دیگری روشن کرده. قاچاق متامفتامین یا شیشه مثل این محموله 2.5 تنی تولید افغانستان که اخیراً پلیس اندونزی ضبط کرده. تجارتی که مدت هاست آغاز شده، اما فقر مفرط حالا باعث شده صدها کارگاه تهیه این ماده مخدر در افغانستان فعال بشه. و به نوشته واشنگتن پست، تجارت زمانی شکوفا شد که قاچاقچیان مواد مخدر گیاه افدرا یا اومان رو کشف کردند که در بیابان‌های افغانستان رشد میکنه، حالا پرورش داده میشه. این گیاه ماده اولیه ساخت شیشه رو تامین میکنه. بسیاری از قاچاقچیان تریاک حالا به قاچاق شیشه هم روی آوردن و از همون زیر ساخت‌ها و خطوط ارتباطی در ایران و پاکستان برای انتقال محموله ها استفاده می‌کنند. جنگ در اوکراین به قدری برای روسیه بد پیش رفته که حالا هر روز در رسانه‌ها حدس و گمانه‌زنی‌های بسیار میشه که دوشنبه آینده در مراسم روز پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ولادیمیر پوتین به مردمش چه خواهد گفت. در آلمان آگزبرگر آلگماینه بالای صفحش عکسی داره از تمرین شبانه سربازان روس که دارن برای رژه هفته آینده آماده میشن. تمرینات در میدان سرخ مسکو، گرچه امسال بدون حضور گسترده میهمانان خارجی. به نوشته روزنامه، در نبود هر گونه دستاوردی در اوکراین، آقای پوتین گزینه‌های زیادی نداره تا در روز پیروزی روی میز بگذاره. تنها کاری که میتونه انجام بده اعلام یک بسیج عمومی برای فراخواندن 10,000 نیروی جدید به جبهه است تا بلکه هرچه زودتر شهر اوکراین رو به تصرف در بیاره. اما به نوشته روزنامه، او که در این 2.5 ماه همه تلاشش رو کرده تا جنگ رو یک عملیات محدود نظامی جلوه بده، چگونه میتونه مردمش رو قانع کنه که حالا باید جوانان بیشتری رو راهی یک جنگ تمام عیار کنه؟ در این حال نگرانی‌های زیادی هست که آیا ممکنه غرب اوکراین رو زیر فشار بگذاره تا با بدبستان‌های در مناطق شرقی کشور به نوعی به کرملین راه فرار از این مخمصه رو بده؟ این سوالی که از جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد. اوکراینی‌ها خودشون باید تعریف کنن که پیامد موفق از نظر اونها چیه. اما نکته مهمی که نباید فراموش کنیم اینه که روس‌ها موفقیت رو چگونه تعریف کرده بودن، چون بر اساس اون تعریف اونها همین حالا هم شکست خوردن. اوکراین رو تصرف نکردن. پوتین قرار نیست در خیابون‌های کیف راه بره و مالک تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور نخواهند بود. ما تلاش می‌کنیم که دست اوکراین رو سر میز مذاکره تقویت کنیم با تأمین سلاح و هر آنچه که نیاز دارند. اما اینکه در طی این مذاکرات اوکراینی‌ها چگونه موفقیت را تعریف کنند به عهده خود آنهاست. در سوئد، اسفنسکا داگ بلادت زیر عکسی از اوکراینی‌هایی که از ماریوپول خارج شدن عنوانش از یک آتش‌بس کوتاه در این شهر، آتش‌بسی برای صدها غیر نظامی که بی پناه موندن. کارخانه فولادسازی آزوستال تا الان هم پناهگاهی بوده برای اونها، هم آخرین سنگر برای ده‌ها نیروی اوکراینی باقی مانده در این بندر. موضوع پیوستن به ناتو این روزها بسیار در سوئد و فنلاند به بحث گذاشته میشه. مقامات این دو کشور مدام در تماس با هم هستند تا با موضع واحدی با ناتو مذاکره کنند. نخست وزیران سوئد و فنلاند در کوپنهاگ بودند و این سانا مارین از فنلاند. If Finland
اگه فنلاند و سوئد تصمیم بگیرن برای عضویت در ناتو درخواست بدن، موضوع کلیدی اینه که روند تصمیم به عضویت تا حد امکان کوتاه باشه. فکر میکنم این به نفع همه است که کشورهای عضو به سرعت تصمیم بگیرن. ما همچنین در حال گفتگو با قدرت‌های ناتو هستیم که درباره نیازهای امنیتی خودمون چه نوع ضمانت‌هایی میتونیم داشته باشیم. در جنگ اوکراین اسرائیل سعی کرده حد وسط رو بگیره و به اوکراین سلاح نفرسته، در تحریم ها هم شرکت نکنه، اما چشمش رو به جنایات روسیه هم نبسته و همین باعث اختلافاتی شده تا اونجا که حارس اسرائیل در مقاله معتقد اظهارات لاوروف نشانی است از حرکت روسیه به سمت ایران. اشاره به صحبت وزیر خارجه روسیه که گفته بود هیتلر ریشه های یهودی داشته. او قصد داشت توجیه کنه دلیل کرملین برای بودن در اوکراین مبارزه با نازی هاست و یهودی بودن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به معنای مخالفت او با نازی ها نیست، تلاشی که وزیر خارجه اسرائیل مذبوحانه خواند. اظهارات وزیر خارجه روسیه یک رسوایی نابخشودنیه. هیتلر از تبار یهودی نبود و یهودیان در جریان هولوکاست یهودیان رو به قتل نرسوندن. ما همه تلاشمون رو میکنیم که روابط حسنه با روسیه رو حفظ کنیم، اما برای این تلاش حدی وجود داره و روسیه این بار از این حد عبور کرده. دولت روسیه باید از ما و از ملت یهود عذرخواهی کنه. مقاله حارث معتقد کرملین داره نارضایتیش رو به دو شکل نشون میده: سردی با اسرائیل و گرم گرفتن با تهران برای درمنگن قرار دادن اسرائیل. مثال‌هایی هم میاره. به تازگی فهرستی از نام و اطلاعات گذرنامه 20 شهروند اسرائیل در یک کانال تلگرام مرتبط با کرملین منتشر شد با این ادعا که اونها در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگن، در حالی که به نوشته حارث اونها کارکنان وزارت خارجه اسرائیل و نهاد خیریه آژانس یهود بودند و مسکو خوب می‌دونست که اونها جنگجو نیستند، اما اجازه داد این اطلاعات با این ادعای غیر واقعی منتشر بشه. در نمونه دیگری از افزایش تنش‌ها، هفته گذشته وزیر دفاع روسیه تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده با همتای اسرائیلیش را لغو کرد. به نوشته مقاله دو طرف قرار بود درباره هماهنگی‌های امنیتی به خصوص حملات هوایی اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه صحبت کنند. و پس از اینکه اسرائیل به اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی مثبت داد، معاون وزیر خارجه روسیه به سفیر اسرائیل پیامی هشدارگونه داد با این فهوا که خیلی بد میشه اگر مسکو همکاریش با اسرائیل در سوریه رو پایان بده. در این حال مقاله حارث معتقد دلیل دیگر نزدیکتر شدن روسیه به ایران تجربه 40 ساله تهران در دور زدن تحریم هاست، تجربه‌ای که حالا کرملین به اون نیاز داره. در رسانه‌های روسیه سیاستمداران و اقتصاددان‌ها از لزوم آموختن از جمهوری اسلامی در زمینه زندگی با تحریم صحبت می‌کنند. دو کشور در زمینه تجهیزات بهداشتی و پزشکی قراردادهای همکاری امضا کردند و همچنین فروش برندهای کفش و پوشاک ایرانی. به گفته مقاله هنوز نمیشه گفت اگر مسکو همکاری با اسرائیل در سوریه رو متوقف میکنه یا نه، اما حارث نتیجه گیری کرده که تاریخ نشان داده کشورهایی که در مواقع اضطراری سعی میکنن حد وسط رو بگیرن تا همه رو راضی نگه دارن، همه رو از دست میدن. در این بحران غرب از آنچه بی‌طرفی تعجب آور اسرائیل خوانده ابراز ناامیدی کرده. حالا روسیه هم چندان دل خوشی از اسرائیل نداره. مضرات اضافه وزن و چاقی کم نیستن، اما پژوهش‌های تازه نشون میده چربی شکم میتونه مرگبار باشه هم در زنان هم در مردان. دیلی تلگراف نوشته لاستیک زاپاس خطر مرگ در اثر سرطان پروستات رو بالا میبره، که البته این تصویر اشتباهی از اون روزنامه. در آنچه بزرگترین تحقیق از نوع خودش خوانده شده، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد با مطالعه‌ای بر 2.5 میلیون مرد موفق شدن برای اولین بار نشان بدن احتمال مرگ در اثر سرطان پروستات در مردانی که دچار اضافه وزن هستند بیشتره. سرطان پروستات رایج‌ترین سرطان در مردانه. در بریتانیا هر سال حدود 12,000 نفر جانشون رو به اون از دست میدن. دانشمندان به مردها توصیه میکنن اندازه دور کمر رو زیر 36 اینچ یا 90 سانتی متر نگه دارند.
زنان هم مستثنا نیستند. روزنامه در خبر دیگری نوشته در زنان با اندام سیب شکل خطر سرطان دو برابره. پژوهشگران دانشگاه گلاسکو اسکاتلند با مطالعه نزدیک به 400 هزار نفر متوجه شدند لایه چربی دور شکم میتونه احتمال ابتلا به بعضی انواع سرطان رو افزایش بده. احتمال رشد تومور در رحم تا 50% بیشتر میشه و سرطان کلیه تا 40% و سرطان کبد تا 25% بالاتره. این هم عکس تایمز که میگه این نه قلوها مشکل در کادر عکس جا داده شدن. چطور در شکم مادر جا گرفته بودن؟ 5 خواهر و 4 برادر که 1 ساله شدند. خانواده اهل مالی که به مراکش سفر کرده بودند تا زیر نظر تیمی متشکل از 10 پزشک و 18 پرستار وضع هم کنند. این سومین مورد زایمان نه قلوه که گزارش شده، اما آنچه که متفاوتش کرده اینه که برخلاف دو مورد قبلی اینجا همه نوزادها زنده موندن. این خانواده یک دختر 3 ساله هم دارد. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا اینم تصاویر روز.